سلام، به کانال گیتار ایران خوش اومدیم. من کیان ایرجی هم. تو اپیزود قبلی درباره اینکه کلن سبک یعنی چی و چجوری موزیکا را هم جدا میکنن با هم صحبت کردیم. امروز میخوایم به سبک خیلی باحال و پرطرفدار برسیم که از سبکای مورد علاقه خودمه، یعنی هیپ هاپ. هیپ هاپ یه سبک موزیکه که ریشه فرهنگی خیلی عمیقی داره. فرهنگ هیپ هاپ شامل موزیک، رقص، گرافیتی نویسی و حتی جنبش‌های اجتماعی میشه. منتها چون این چیزها رو تو ویکی‌پدیا میتونید بخونید، سرتون رو درد نمیارم. از نظر موزیک، هیپ هاپ سه تا المان اصلی داره: ریتم که معمولاً درامز یا درام مشینه، بیس که میتونه گیتار یا سینث باشه، و وکال که معروف‌ترین نوع وکال هیپ هاپ رپه. از سازهای دیگه هم استفاده میکنن، و مثلا سازهای الکترونیک، سازهای الکتریک، سازهای آکوستیک، حتی سازهای محلی هم استفاده میکنن تو هیپ هاپ. ولی اگر این سه تا المان یکی دو تاش حداقل تو موزیکمون نباشه، نمیتونیم یه موزیکی بسازیم اسمشو بذاریم هیپ هاپ. المان اول که گفتیم ریتم بود. ریتم هیپ هاپ معمولاً ریتمای 4/4 با تمپوهای متوسطه، مثلا 90 تا 80 و خورده‌ای بگیر تا مثلا 120. البته تو زیرشاخه‌های مختلف و دوره‌های مختلف فرق داره، ولی کلاً این شکلیه. تو هر دوره‌ای هم ریتم‌های محبوب هیپ هاپ یه سر و شکل خاصی داشتن. مثلا تو دهه 70 و 80 این مدلی بود. یا تو دهه 90 و اوایل 2000 اینجور ریتم‌ها خیلی باب بود تو هیپ هاپ. تو دوره امروز هم این مدل ریتما تو سبک هیپ هاپ خیلی بابه. المان دوم بیس بود. بیس تو موزیک هیپ هاپ تقریبا همیشه دنبال روی ریتمه. البته تقریبا تو همه سبکای مطرح موزیک همین شکلیه ها، ولی موزیک هیپ هاپ موزیک سیاپوستا و لاتین تباراست. طبق سنت همین جماعت به شدت همه چی به خدمت ریتمه. حتی وکالشون یا همون رپ هم بیشتر ریتمی که ملودیک نیست. آخرین المانمون هم وکال بود دیگه. وکال که عموما یعنی آواز. آواز هم تو سبک هیپ هاپ جا داره، ولی جایگاه اول مال رپه، مال آواز نیست. حرفای موزیک هیپ هاپ هم به طور سنتی همیشه درباره مسائل اجتماعی بوده. البته امروز رو نگاه نکنین که رپرها همش حرفاشون پایین تنه است. وقتی یه جامعه ای توجهش رفت سمت پایین تنه، حرف اجتماعیش هم میشه حرف پایین تنه. یه نکته ای تو همه موزیکای سیاپوستی هست که تو هیپ هاپ خیلی به چشم میاد، اونم این که صدای خواننده باید خاص باشه، شاخص باشه. تو موزیک هیپ هاپ از ابزارهای مختلفی برای این استفاده میکنن. خیلی از خواننده ها ذاتاً صداشون خاصه. مثلا DMX خیلی صدای خشن و خاصی داشت. بعضی خواننده ها و رپرها هم صدای معمولی دارن، ولی خوب بلدن باش چیکار کنن. مثلا دریک اینطوریه، خیلی خوب صداشو بلد کنترل و پرداخت کنه. یه سری رپرها و خواننده ها هم هستن که نه خیلی صدای خاصی دارن، نه خیلی خوب بلدن کنترلش کنن. مثلا تکاشی 69 یا تو ایران مثلا سیجل اینطوریه. اینجور آرتیست ها معمولا با حرفایی که میزنن یا کارهای غیر موزیکالشون بارز میشن و شناخته میشن. توی ایران تو رپ فارسی تولید کننده های ما توی این قضیه پردازش وکال خیلی حرفه‌این. از تکنیک های لیرینگ، یعنی چند تا لایه صدا رو هم چیدن، یا پردازش، مثلا استفاده از کمپرسورها، یا استفاده از وکالای گروهی، حالا چه هارمونیک چه ملودیک چه حتی ریتمیک، خیلی خوب استفاده میکنن پرودوسرای رپ فارسی. حالا از این همه پردازشایی که گفتیم هدفشون چیه؟ هدف اینه که صدای خواننده با حرفی که داره میزنه، با ریتمی که داره روش میخونه قشنگ بشه یه چیز، مچ بشه، عین هم بشه. میشینی تو حصار شیک، هنر تو حساب جیب، چطوری میتونی ستارشی، تولید اثر سفارشی. تو اپیزود قبلی یادتونه درباره زیرشاخه سبکا صحبت کردیم. هیپ هاپ خیلی زیرشاخه داره. اون هیپ هاپ اولیه دهه 70 و تا یه مدت بعدش، امروز بهش میگن روتس یا اولد سکول هیپ هاپ. خیلی از این زیرشاخه ها هم تو مناطق جغرافیایی مختلف هم، مثلا بریتیش رپ یا لاتین هیپ هاپ یا همین رپ فارسی خودمون. بعضی وقتا تو یه کشورم، علل خصوص اگه کشورش خیلی بزرگ باشه، اینجور تقسیم بندی ها انجام میشه. مثلا تو آمریکا وست کوست و ایست کوست رپ داریم دیگه،
که عمدتاً مال نیویورک و کالیفرنیان که میشن ساحل‌های شرقی و غربی، یا از زیر شاخه‌های دیگه مثلا لوفای هیپ هاپ. یادتونه تو اپیزود قبلی گفتم خیلی وقتا سبک‌ها به خاطر جنس صداشون جدا میشن. لوفای اینطوریه، از صداهای لوفای، صداهای قدیمی مثل تیپ و مثلا صفحه گرام و اینا استفاده میکنن، خیلی نویز تو موزیکشون زیاده، به اینجور سبک‌ها میگن لوفای. یه از این شاخه دیگه هم که خیلی مهمه ترپه که این روزا خیلی بابه. البته هیپ هاپ کلی ساب ژانر داره، کلی زیر شاخه داره. بخوایم درباره همش صحبت کنیم این ویدیو میشه 5 ساعت. ولی خیلی از این ساب ژانرها هم هست که خیلی خودمون رو درگیرشون نکنیم بهتره. مثلا همین سبک ترپ خودش زیر شاخه دیگه داره به اسم دریل، یا قبلا بهش میگفتن UK دریل چون از بریتانیا شروع شد قضیهش. این حرفی که میزنم شاید به بچهای دریل خون یا فنای دریل بر بخوره، ولی واقعیت دریل اونقدر چیز شاخصی نداره که بخواد بشه یه زیر شاخه جدا. یه الگوی ریتمی که معمولا های هات میزندش استفاده میکنن که این شکلیه. یا مثلا میگن که رپرای دریل خون خیلی سریع میخونن، خب ایسکوست رپ هم همین بوده همیشه. اصولا یکم سریع تر خوندن و یکم درباره خشونت حرف زدن، اونم تو سبک رپ و یه دونه الگوی ریتم مثلا های هات، اونقدر چیز شاخصی نیست که بخوای ازش یه سبک بسازی. دوباره تو اپیزود قبلی درباره ترکیب سبکا با هم دیگه هم صحبت کردیم دیگه. هیپ هاپ یکی از ترکیب شده ترین سبکای موزیکه، با خیلی سبکا ترکیب شده. از این ترکیبا هم مثلا تریپ هاپ درست شده، یا مثلا نیو متال درست شده، رپ راک و کلی سبکای ترکیبی دیگه داره هیپ هاپ. خلاصه سرتون رو درد نیارم، موزیک هیپ هاپ تو طول عمرش از دهه 70 تا حالا خیلی تغییرهای زیادی کرده. تو هر منطقه ای هم که رفته رنگ و بوی اون منطقه رو گرفته به خودش، یه زیرشاخه جدید ایجاد کرده. هر روزم خدا رو شکر داره تعداد طرفدارای این سبک میره بالا. من که خیلی راضیم، کاش همین مسیر ادامه پیدا کنه. منتها کار ما با هیپ هاپ اینجا تموم نمیشه. تو این ویدیوهای سبک شناسی فقط می‌خوایم به طور کلی سبک‌های مختلفو معرفی کنیم. تو ویدیوهای دیگه‌مون مثلا از گاراژ بند تا گرمی، نمی‌دونم الان که دارین این ویدیو رو می‌بینین اپیزود اول گاراژ بند تا گرمی ریلیز شده یا نه، ولی تو سری‌های دیگه‌مون ریز می‌شیم رو هر سبکی، زوم می‌کنیم ببینیم چه جوری باید تو این سبک موزیک بسازیم، چه تکنیکایی داره، به چه چیزاییش باید حواسمون باشه و جزئیات فنی رو تو ویدیوهای دیگه می‌گیم. بازم دارم میگم هر چی شما کامنت‌های بیشتری برام بذارین، من راحت‌تر جهت می‌گیرم بفهمم چه ویدیوهایی دوست دارین براتون درست کنم. و اینکه اگر این ویدیو براتون مفید بود خوشحال میشم لایکش کنین. اگه دوست دارین این سریو دنبال کنین، ویدیوهای شبیه این بازم ببینین، حتما توصیه میکنم کانال گیتار ایران رو سابسکرایب کنین و اون دکمه معروف نوتیفیکیشن بل یا زنگوله رو بزنین که هر وقت ویدیو جدید آپلود کردیم نوتیفیکیشنش براتون بیاد. آقا دم شما گرم، تا ویدیو بعدی.